دوستای خوبم سلام به کلاس درس امروز ما خوش اومدین امروز میخوایم با هم دیگه یه مثال دیگه از کاربرد اصل خوش رو با هم حل بکنیم این مثالم یه تاریخچه جالبی پشت سرش داره که باز اهمیت نظریه اعداد و توی علم ریاضی به ما نشون میده تاریخچه به این صورته که در سال 1769 یه دانشمندی به اسم اویلر که حتما توی علوم دیگه اسمش زیاد شنیدید اومد یه حدسی زد به اسم حدس اویلر این حدس معروف شد حدس هم به این معنی که یه مسئله رو بیان کرد ولی خودش نتونست هیچ اثباتی براش ارائه بده فقط گفتش که من حدس میزنم که این مسئله درسته مسئلهش هم به این صورت بود حدس اویلر میگفتش که اگه شما تو حل مسئلهتون به یه جایی رسیدین که خواستین معادله به این صورت رو حل بکنید آ به توان 4 به علاوه بی به توان 4 به به توان 4 مساوی با بی دی به توان 4 به طوری که آ و ب و س و د همه اعداد طبیعی باشن این معادله هیچ جوابی نداره این حدس اولر بود گفت شما هیچ چهار عدده. طبیعی رو پیدا نمی کنید که توی این معادله صدق بکنن ولی خودش هم با استفاده از کاربردهای نظری اعداد نتونسته بود این رو ثابت بکنه که چرا داره میگه که هیچ چهار عدد طبیعی توی معادله صدق نمی و این هم همینجوری مونده بود و به صورت یه مسئله بازی بود و همه ریاضیدان‌ها سعی می‌کردن اونو حل بکنن و اثبات بکنن ولی کسی موفق نمیشد که نه مثال نقضی براش پیدا کنه که بگه نه این برقراره و نه اینکه به طور دقیق و ریاضی اینو اثبات بکنه که دیگه خب همه مطمئنشن که چون اثباتش وجود داره پس واقعا هیچ چارددی توی این صدق نمی‌کنه تا اینکه حدود 200 سال بعد یعنی واقعا 200 سال گذشت در سال 1986 اومدن توسط جستجوی کامپیوتری یعنی به کامپیوتر گفتن بیا تو همه اعداد طبیعی و ترکیب همه چهار عدد طبیعی رو اینجا امتحان کن ببین چه جواب می‌رسی به این جواب رسیدن که می‌بینید که چقدر اعدادش بزرگ هستن و واقعا غیر از جستجو با کامپیوتر هیچ کس نمیتونست با دست بشینه و همه اعداد طبیعی رو امتحان کنه و یه مثال نقضی برای حدس اویلر پیدا کنه پس این یه مثال نقضی برای حدس اویلر بود که 200 سال طول کشید تا دانشمندا توسط جستجوی کامپیوتری تونستن بهش برسن و ثابت کنن که حدس اویلر درست نیستش خب حالا تو این جلسه مثال ما چی هست؟ ما میخوایم یه شکل تغییر یافته از حدس اویلر به این صورت مثلا یه ذرایه بی بیایم به این آب و سده اضافه کنیم مثلا 8 آ 4 به علاوه 4 بی 4 به علاوه 2 تا سی به تمام 4 مساوی است با دی 4 میخوایم این شکل تغییر رو ثابت بکنیم که هیچ چهار عدد طبیعی نیستن که تو این جایگزین بشن و الان میبینید که ما با همین ابزاری که تا الان یاد گرفتیم از نظری عدد میتونیم این رو ثابت بکنیم که هیچ چهار عدد طبیعی نیستن که تو این ست بکنن و دیگه دیوی سال طول نکشه تا همه اعداد رو به صورت کامپیوتر بیان تو این امتحان کنن بلکه با یه اثبات ریاضی ما بیایم ثابت کنیم که یه هم چیزی نمیتونه وجود داشته باشه پس بیان یه دور صورت مسئله رو دوباره با هم دیگه بنویسیم و ثابتش کنیم. میگه ثابت کنید که این فرم تغییریافته حدس اویلر یعنی 8 تا A به توان 4 علاوه تا B به توان 4 تا به توان مساوی دی 4 به طوری که A و B و C و D همه اعداد طبیعی باشند هیچ جوابی ندارد خب حالا میخوام اینو با هم دیگه اثبات کنیم از اونجایی که صورت مسئله خودش به این صورته که ثابت کنی یه چیزی هیچ جوابی نداره اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که این مسئله احتمالا با برهان خلف حل میشه که ما فرض بکنیم که این یه جوابی داره و بعد ببینیم به یه تناقضی میرسه یا نه و بعد تو جلسه پیش وقتی الگوی از توسط اصل خوش رو میگفتیم گفتیم که برهان خلف خیلی موقعات دست در دست اصل خوش درتیبی میاد خب پس با هم دیگه اینجا توسط برهان خلف و اصل خوش درتیبی سعی میکنیم اینو اثبات بکنیم اول طبق معمول فرض خلفمون رو تشکیل میدیم فرض خلف میشه خلاف حکممون وقتی میگیم این هیچ جوابی نداره فرض خلف این میشه که این معادله فرض میکنیم جواب دارد بعد حالا از اصل خوش درتیبی استفاده میکنیم طبق اصل خوشدر تیبی یه کوچکترین مثلا آس... ام... کوچکترین آسف رو بی سفر رو سی سفر دی سفری وجود دارن که در این معادله صدق میکنن یعنی اگه مجموعه جواب های این معادله رو به عنوان یه مجموع... زیر مجموعه از اعداد طبیعی در نظر بگیریم طبق اصل خوش این مجموعه کوچکترین عضوهایی داره که اسمش رو گشتیم آه صفر رو بی صفر و سی صفر و دی صفر. بعد حالا وقتی به اینجا میرسیدیم توی اصل خوش ترتیبی اگه یادتون باشه بعد فرض میکردیم که خب اگه ما بتونیم بگیم که این معادله برای مثلا یه عددی کوچیکتر از آصف صف, سی صف, دی صفر هم راهی نداره جز اینکه صدق بکنه اون وقت به تناقض رسیدیم دیگه چون آصف رو بی رو سی رو دی داریم میگیم کوچیکترین اعضایی که تو این صدق میکنه اگه بتونیم ثابت کنیم صدق کردن اینا در این معادله به ما صدق کردن عددی کوچیکتر از این رو هم نتیجه میده اون وقت یه جورایی فرض خوفمون به تناقض رسیده و حکم اثبات شده اصولا چون شکل این معادله به این صورته که یه سری جمله سمت چپ داریم یه سری جمله سمت راست چیزی که به ذهن آدم میاد برای اینکه مثلا میخوایم به جواب برسیم اینه که مثلا فرض کنین مثلا میگم اگه یه معادله یه دو طرفش رو دو بکنین قبول دارین که بازم اون تصاوی به هم نمیخوره و صادقه پس اگه ما یه جوری ساده، ثابت بکنیم که مثلا آ صفر دوم و بی صفر دوم و به همین ترتیب سی صفر دوم و دی صفر دوم هم باید در معادله صدق بکنن در نتیجه فرض اون به تناقض رسیده و به می رسیم. خب پس چی شد؟ اگر یه A, B, C, D توی این معادله بکنن، بکنن دو طرف رو تقسیم بر دو هم بکنیم باز طبق اصول جب میدونیم که این معادله باید برقرار باشه. تنها چیزی که الان میمونه ثابت بکنیم این هست که باید فقط ثابت شود که آسف دوم و بی دو و به همین ترتیب سی سف رو دی دوم دو هم اعداد طبیعی هستند. چون ما داریم کلا راجع به مجموع اعداد طبیعی صحبت میکنیم دیگه و برای اینکه این حرفمون درست باشه و معنی داشته باشه که مثلا میگیم اینا هم تو این سر میکنن و اینا کوچیکتر از آصف، بی سف سی سف دی صف به رستیم، اینا باید عدادهای طبیعی باشن و این در واقع معادل با این هستش که باید ثابت کنیم اون آسف بی صف، صف، که گفتیم اعضای کوچکترین اعضای عدد طبیعی هستن که تو این صدق میکنن باید زوج باشن خب چی شد پس یه دور دیگه با هم دیگه مرور کنیم ما اومدیم یه معادله داشتیم میخواستیم ثابت کنیم هیچ جوابی نداره اومدیم از فرض خلف گفتیم فرض کنیم یه جوابی داره طبق اصل خوش ترتیبی پس یه کوچکترین مجموعه جوابی هم داره بعد گفتیم که هر چیزی هر آب صدایی که توی معادله صدق کنن تقسیم بر دو هم بکنیم دو طرف معادله رو باز بعد صدق کنه و این یه تناقض دیگه چون اگه قرار تقسیم بر دو اینام صدق کنه خب تقسیم بر دو هر طبیعی از خوش پس نمیشه که چون گفتیم اینا کوچکتر عدد دارین که صفر میکنن پس به تناقض میرسیم و حکم ثابت میشه فقط اینا باید حتما اعداد طبیعی باشن وگرنه یه جوری حرفون بی‌معنی میشه چون ما داریم تو مجموعه اعداد گسسته مجموعه اعداد طبیعی صحبت میکنیم و برای اینکه ثابت بشه اینا اعداد طبیعی هم باید ثابت کنیم اون جواب که تو این سرق میکنن باید حتما زوج باشن خب پس مسئله رسونیم به اینجا که میخوایم ثابت کنیم هر آب که تو این سرق میکنن حتما زوجه خب بیایم اینجا پس دوباره معادله رو بنویسیم 8 تا 4 4 تا بی 4 2 تا سی 4 مساوی دی 4 خب قبول داریم که چون این جمله 8 ضرب در یه چیزیه این جمله 4 ضرب در یه چیزیه این جمله 2 ضرب در یه چیزیه و همه این جمله های طرف چپ تصاوی زوجن درنه چه دی قبول داریم باید زوج باشه؟ دی 4 باید زوج باشه یعنی جمله سمت راست تصاوی هم باید زوج باشه وقتی همه جمله های سمت چپ زوج هستن حالا که فهمیدیم دی چهار باید زوج باشه اول اینجا یه چیزی هم تو این کنار بهتون بگم میدونید که از ریاضیات سالهای قبل میدونید که حاصل ضرب دو عدد فرد فرد اثباتش هم این که عدد فرد میشه به صورت دو ام یک نوش اگه ضرب در مثلا یه عدد فرد دیگه بکنید و این رو باز بکنید میبینید که باز به صورت مثلا یه دوتا ام بزرگ به علاوه یک میشه نوشتش پس فرده و حاصل ضرب دو عدد زوج هم از اون بر یه عدد زوجه چون چهار ضرب در یه چیزی هست پس اگه یه چیزی به توان چهار زوج باشه یعنی که خود اون عدد هم باید زوج باشه یعنی دی زوج است این هم یه فقط تو این گوشه اثبات کردیم خب حالا که فهمیدیم دی باید زوج باشه بیایم اینجا دی رو با دو دی پریم جای کنیم چون دی زوجه میشه به صورت دو دی پریم نمایشش داست پس میشه 8 آ 4 به علاوه 4 بی 4 علاوه 2 تا سی چهار مساوی است با دو تا دی پریم به توان چهار یعنی 16 تا دی پریم به توان 4 خب حالا که به اینجا رسیدیم میبینید که 8 چهار 2 16 ضرایب هستن بیایم همه طرفین معادله رو یه تقسیم بر بکنیم میشه دیگه میشه 4 تا آ به علاوه دو تا بی چهار به علاوه سی چهار مساوی است با هشتا تا به توان چهار باز دوباره نگاه کنید این جمله زوجه چون هشت زب در یه چیزیه این جمله زوجه چون دو زب در یه چیزیه این چهار زب در یه چیزیه پس سی چهار که تنجا جمله تو این تصاوی است که مونده باید زوج باشد راه دیگه ای نداره در نتیجه سی زوج است باز دوباره چون فهمیدیم سی زوجه بیاین سی رو با دو تا سی پریم جایگزینی کنیم توی این معادله میشه 4 تا a4 دو تا b4 دو تا سی پریم به توان 4 مساوی 8 تا d پریم به توان 4 و باز دوباره میشه 16 تا سی 34 باز دوباره همه رو تقسیم بره 2 بکنید میرسیم به اینکه دو تا a4 علاوه ب b4 علاوه 8 تا سی پریم 4 مساوی است با چهار تا دی پریم چهار باز دوباره این زوج این زوج چون ضرابشون زوجن این زوج پس از اینجا نتیجه میگیریم که من اینو یه خورده این ورتر می نویسم نتیجه میگیریم که بی چهار که تنها جمله باقی مانده است باید زوج باشد در نتیجه بی زوج است و به همین ترتیب اگه بی چهار ببخشید بی رو با دو تا بی پریم جایگذاری بکنید و همین مراحل رو یعنی دو طرف تقسیم را دو کنید، تی بکنید به همین ترتیب ثابت میشه که a4 باید زوج باشه و در نتیجه a باید زوج باشه پس ثابت شد که A و B و C و D همه باید زوج باشن پس اگه فرض خلف ما میگفتش که یه آب سده ای وجود دارن که تو این ست میکنن و اصل خوش در تیبی هم میگفت یه کوچیکترین آب سده ای وجود دارن که تو این ست میکنن اگه اونا ست بخورن حتما وقتی تقسیم بر دوام میکنیم دو طرف مادره رو باید ست بکنن و خب وقتی تقسیم بر دو میکنیم میدونیم که بازم عددهای طبیعی به دست میاریم چون الان ثابت کردیم آب سده ای که تو این ست میکنن حتما باید زوج باشن پس امکان نداره آب ای ما ترین اعضایی باشن که تو این ست میکنن و اینجا فرض خلف به تناقض خورد و در نتیجه به حکم میرسیم که این معادله هیچ جوابی نداره. امیدوارم که از این کلاس دردخوشتون خوشتون اومده باشه تو جلسه بعدی ببینم